مرحبا دوستان خوش آمدید. بنیم ادم آری سلام دوستان خوش آمدین. اسم من صدات اري است. بحث امروزمون قاعده اگر در زبان ترکی است. یعنی اگر من این کارو می کردم، تو نباید این کارو می کردی. اینها چطور در زبان ترکی جمله بسازیم. به این موضوع می خوایم بپردازیم. دوستان در زبان ترکی بر اساس زبان فارسی که در زبان فارسی قاعده اگر چطور ساخته میشه یک فیل مزاری التزامی میاریم مثل برم بیام اولش هم سر اون فیلم یک کلمه اگر میاریم در زبان ترکی چطوره در زبان ترکی فیل خودمونو رو میگیم بدون اینکه فیل و التزامی بسازیم آخر فیل یک سا و یا س میذاریم بعد فیل ما میشه اگر یعنی سا و س در زبان ترکی تو فیل که قرار میدیم معنای اگر داره و در زبان ترکی همچنین کلمه اگر که در زبان ترکی اگر هست ظاهرا اول کلمه اول جمله هم امکان داره بیاریم اگر ما این سا یا سه رو بیاریم چون معنای اگر داره اختیار داریم که کلمه اگر یعنی اگر را در زبان ترکی ظاهرا نیاریم چون خودش سابسه معنای اگر داره و اصلیه بریم چطور ساخته میشه چطور این قاعده جاری میشه بیشتر متوجه میشین نمیخوام زیاد مثالم بزنم چون خیلی آسونه ببینین çalışıyor یعنی کار میکنه شما که این قاعده های زمانی رو بلد هستین çalışıyor زمانه حاله çalışıyor کار میکنه اگه من آخر این فیل یک ساب یارم چی اتفاق میفته راست سا چرا آ چرا ا میاد دیگه نیاز نیست بگم با توجه به حرف داره قبلش حالا چالشیور کار میکنه چالشیور سا یعنی اگه داره کار میکنه اگه الان کار میکنه همچنین معنایی داره مثلا او گلجک یعنی اون خواهد اومد اون قرار بیاد اون میخواد بیاد همچنین معناهایی در هم داره اگه من آخر این فیلد سا و یا س بیارم که معنای اگر داره چی میشه؟ یعنی گلجکس اگر قرار بیاد اگه میخواد بیاد همچنین معنای داره اگه خواهد اومد مثلا اگه خواهد اومد اگه قرار بیاد پس من همین کارو بکنم مثلا گیتی زمانی گذشته ای نه اون رفت او گیتی یک سه میارم که اینجا همینطور که میبینین یه یه قرار گرفته چرا؟ چون دوستان فعل ما آخرین حرفش حرف صدا داره هست به خاطر همین ببینین دو وجهشو من تلفظ بکنم خودتون بیشتر متوجه میشین مثلا میگفتم گیتی سه گیتی اینجوره برای ما خیلی ناشناس ناجور هماهنگی نداره ولی بله من میخوام اینو یک کم نرمتر تلفظ بکنم چی کاری میکنم؟ بین فیل و حرف اگر یک یه میانجی قرار میدم میگم که گیتیسه ببینین یک کم آرومتر شده یک کم خوش صدا تر شده خیلی مهمه اگه نگفتیم چه هیچچه. ولی سعی بکنین اینجوری دیدین اینجوری یاد بگیریم بهتره درستشو ببینین گیتیسه اگر رفت گفتیم که این معناش خود به خود چی میشه رفت او اون رفت. اگه س بیارم چی میشه؟ اگه اون رفت. یه نقطه رو اینجا هم بگم. این فقط معنای خود به خود اگه میده. ما گاهی اگه میرفتم، اگه این کار رو میکردی، همچنین اگر رو با زمانی گذشته میگیم، اونو چیکار بکنیم؟ اونو هم در همین ویدیو میبینیم. سب کنیم. مثلا، او سه میش. او سه میش. یعنی شنیدم که اون دوست داشت. یا به قول خودش اون به من گفته که دوست داشت من چیکار میکنم میگم که او sevmişse میشه اگه به قول خودش دوست داشته یا دوست داشته باشه اینجوری اینجوری میشه او گرور در زمان گسترده اون میبینه او görürse میشه همون اگه اون ببینه او گرورسه اگه اون ببینه پس همینطور که در زبان فارسی معمولا میگیم اون اگه این کارو بکنه اون اگه بیاد با زمان گسترده بیشتر این فیل اگر رو به کار میبریم اما به این معنا نیست که اینها گلجک گیتی یعنی زمان گذشته زمان آینده و زمان حال کاربرد نداره نه اونها هم به سر جای خودش کاربرد دارن ولی اکثرا اینو بیشتر هم میبینین اونار زمیری ده. هیچ بی فارک یک هر زمان که گیبه میسته میشه اگه خواستیم ظاهرا زمیر آنها رو تلفظ بکنیم که لار میاریم همین کار رو میکنیم چلشیور سا گفتیم اگه کار میکنه اگه داره کار میکنه چلشیور لار سا یعنی لار قبل سا میاد حالا همین آن رو نمیخوام بگم وقتی شما هم طرف نشه خسته نباشین این پایینی رو که میبینین هیچ فرق با فیلای بالایی ندارن به جز لالر اگه خواستیم Ki gördüm ve vakte onlar miyim, niyaz değil lar Hala ino hem begen beytun ki in video ne mi ham begen, manfiyash be çi sureti manfiyash dostan Hemin tür ki mi dige. mesela o çalışıyor manfiyşçi o çalışmıyor. Pes çalışmıyorsa çalışmıyor, kar ne çalışmıyorsa ege kar ne gelecek, xahre domet gelmeyecek. و یا محاوریش گل میجک که منفی میشه نخواهد اومد یک سه میارم گل میجک سه اگه قراری نیاد اگه قراری نمیخواد بیاد گیت دی رفت گیت مدی نرفت گیت مدی سه اگه نرفت اگه نرفته باشه اگه نرفت این کارو بکن اگه نرفت تو هم نرو مثلا به همین صورت همینطور که این قایده ها رو بلد هستین و منفی هاش هم بلدین فقط کارتون خیلی آسونه آخرش ساسه میارین معنای اگر میده در زبان فارسی چی کار میکنین اگر رو قبل فیلم میارین اگه داره میره اگه میاد اگه داره میره اگه بره اگه نرفت اگه رفت همچنین اگر رو قبل فیلم میارین ولی در زبان ترکی اگر رو به فیل میچسبونیم با یک پسونده که سه هست دوام زمیر من چطور به این قاعده وصل می کنیم می چسبونیم آخرش م که زمیر من هست بن چالشیور سام اگه من دارم کار می کنم مثلا برای تو است بن گلجکسم اگه من خواهم اومد اگه منم قرار بیام مثلا بن گیدیسم اگه من رفتم بن من میسم اگه بگیر که من دوست داشته باشم بگیر که من دوست داشتم میشم یعنی فرض بکن م? یعنی تازه تو الان متوجه شده فرض بکن که من دوست داشتم تا حالا سف میشم اگه تلفظات فارسی و ترکی این درس بده دوستان بدونین که الان مشکل دندون دارم و نخواستم هم درس تاخیر بندازم چون تو هفته امتحانا هستم اگه تاخیر مینداختم به خاطر امتحانای خودم نمیتونستم این درس رو تو یوتیوب بذارم اگه دارم فارسی رو به صحبت میکنم به تلفظ میکنم حالا کنار بیاین این ویدیو چون یک بهانه خوبی دارم دوام دلیم آرکاداشتر من گرورسم اگه من ببینم به صلاح بن گرورسم چک کتو اولور ها اگه من ببینم خیلی بد میشه آه. پس چیکار کردیم زمیر من رو بعد سابسه که معنای اگر رو به جمله میده بعدش یک میاریم اما بیز زمیری, بیز زمیری همون کی که در زمان گذشته زمیری ما بود همونو میاریم مثلا بیز چلشیور ساک اگه ما داریم کار میکنیم بیز گلجک سک اگه قرار ما بیاییم بیز گیدی سک اگه ما رفتیم بیز سومیش سک اگه ما دوست داشتیم همینطور که میدونیم میش معنای زمان گذشته رو میده فرقش با این زمان گذشته بالایی چیه؟ این گیتی معنای زمان گذشته ساده رو میده میش معنای گذشته رو میده با اینکه یا طرف تازه متوجه شده که این اتفاق افتاد یا از یک نفر دیگه شنیده باشه داره خودش نقل میکنه سن زمیری یک حرف نمیاریم کارمون همینقدر است سن چلشیورسن اگه تو داری کار میکنی سن گلیجکسن سن گلیجکسن اگه قرار تو بیایی سن گیتیسن اگه تو رفتی سن سو میسن اگه تو دوست داشتی که فرض بکن که من دارم تازه متوجه میشم اگه تو دوست داشتی سن گرورسن اگه تو ببینی سی زمیری ده بین زمیری تو کی نه هست یک از میاریم اضافه میکنیم همینه سیز چالشیور اگه شما دارین کار میکنین سیز گلیجک اگه قرار شما بیاین سیز گیتی اگه شما رفتین سیز سیمی سنیز اگه همینطور که میگین شما دوست داشتین حالا جمله های مثالی رو بخونیم این قایده اگر در زبان ترکی تو جمله ها چطور پیاده میشه چه جملات ما با این قایده میگیم ببینیم دوستان اگر پارام اولسا اگر پارام اولسا اگه پول داشته باشم مثلا پارام وار یعنی پول دارم پارام یوک پول ندارم پارام اولسا اگه پول داشته باشم این یک التزامی التزامیشه اگه پولم وجود داشت اگه پولم بود اگه پول داشته باشم میشه اینجوری باید حفظ کنین Eğer param olsa, eğer arabam olsa, eğer evim olsa hemen çim Eğer Ege pul daştım, ege pul daşta da başam, ege hune daşta da başam, ege maşin daşta da başam. İncüriye, kaide malikiyet hast. Eğer param olsa bahçeli bir ev alırım. Ege pul daşta da başam, yek hune hayatdar mi girem? Bebinin, ege pul daştım, ye mi giriftem, ne Fiilen Fiylan, besma, besi zamanı gözleşten isteş. İno hem der in video, der in ders miyim. Sonraki örnek bir daha giysilerimi benden izinsiz alırsan çok kötü olacak. Ona göre, bir daha, yani defebet, bazem giysilerimi, elbasa'mı benden izinsiz بی اجازه از من یعنی yani بدون هماهنگی من بدون اجازه من اگه بگیری آلرسان چوک کت خیلی بد میشه برات خیلی بد میشه اونا گره با توجه به این یعنی yani حواست باشه اونا گره این حواست باشه منفیه یعنی yani یک نفر رو که تهدید میکنین اون موقع باید به کار ببرین میگین که اونا گره ببین من از این خوشم نمیاد اونا گره Mesela men ezin kar hoşam nemiyat ona göre ba yani havaset beyin in başa mişe. Sürücüler trafik kurallarına uymazsa her gün yüzlerce kaza olur. Sürücüler yani şoförler sürücüler ranende ha trafik kurallarına uymazsa ege be kanin trafik riayet neken. Bakın uymak uymaz uyar Uymaz, yani zamanı gösterdiği menfişe, gitmez gelmez. Uymazsa eğer riayet ne konan? Bekabanini trafik, her gün yüzlerce kaza olur. Her ruz setha tesadüfe pişmiyat mişe. Bugün işten geç çıkmazsam, ege imruz es serikar birun, çıkmazsam zamanı gösterdiği menfiş es kocam efemi maz omet. akşam buluşup yemeğe gidelim şeb mulagat daşta işte başım o be gaza berim yani be şam berim eğer anlamadıysan tekrar anlatayım ege anlamadıysan anlamadın mesela ne fehmidi anlamadıysan ege ne fehmidi ege ne şodi تکرار آنلاتیم دوباره توضیح بدم ببینین اینجا ار رو ظاهران آوردم در جملات بالایی هم میتونستم بیارم اینجا هم اختیار داشتم که نیارم چون خود به خود اینجا معنای اگر رو میده ای بیر ایش بلورسام همن اولینیرم اگه یک کار خوبی پیدا کنم همن فورا ازدواج میکنم اولینیرم Yemeği beğenmediysen yemek zorunda değilsin. Ege gazaro dus ne daşti ne Mecbur nisti Yemek zorunda değilsin. Der icbari khorden nisti. Yani mecbur nisti bukhori. Hazırlandıysan çıkalım. Zaten geç kaldık. Ege amade şodi hazırlan dın amade şodi hazırlandıysan ege amade şodi çıkalım berim birun zaten geç kaldık der hemin hal der hali hazır hem diremun şod ez elan hem diremun ben yemeğe bakayım da ya ben yemeğe bakayım da piştiyse ise hemen yiyelim çok acıktık men beraza nigah konem ki ve bedeş ege POKHTE boşe Ege POKHTE hemen yiyelim. Fovran bokorim. Çok acıktık. Heyli guştemun şod. Heyli gurusne şodim. Çok yorgun görünüyorsun. Heyli haste ben ezer miyayı. İstersen sinema planımızı erteleyelim. Ege mihayi, ege behayi. Sinema planımızı erteleyelim. Bernameyi, planı, sinema ro... Tahir bindazim. Erteleyelim. Tahir ben da Bizimle geleceksen ege garari ba ma hemen hazırlan. Fovren hemen el amade boş. Beş dakika sonra çıkıcaz. Penç degabet mirin birun. Yarınki toplantıya biz de katılacaksak hazırlık yapalım. B, celeseyi ferda hast. Ege garari ma ham şirket bokunim hazırlık yapalım. Amadeği de işte başım. Ve başka örnekler. Eğer yorulduysan şurada biraz dinlenelim. Ege haste şodi. Hemince, hemince yekkem istirahat bokanim. Çalışıyorsanız ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sonra gelirim. Ege darin kar ege meşgulli kar hastin. Ben sizi, ben şumaro Rahatsız etmeyeyim. Doğrusu işte, da etmeyeyim nevişte bile. baktı telaffuz mu koyayım? Çemigim. Etmeyeyim. Yani ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ne demek? Ben muzahimi şuma ne başam? Sonra gelirim. Beden miyom? Eyvah. Yani vay. huda Eyvah. Ayşe eve gitmişse, eğer Ayşe ve konağa geldi, doğum günü pastasını görmüştür. pes Ki ki rüzi tevalludeş görmüştür hatmen دیده این ترکیمیات که میاد معنای حتما میده یا احتمالاً میده بستگی به جمله داره چی گفتیم اینجا اگه آیشه فرض بکنیم که خونه رفته اگه رفته خونه حتما کی که روز تولدش هم گرمش دیده جانن سکلدیسا دشاره چکالم اگه حوصله سر رفت جانن سکلدیسا جانن سکلدی حوصله سر رفت

اگه ساکت باشی، اگه سکوت و رعایت بکنه من کنوشیرم من حرف خواهم زد من میخوام حرف بزنم و ارکداشتر همینطور که به فیل میچسبونیم این اگر رو قایده اگر رو همینطور به صفت و اسم و اینها هم میتونیم بچسبونیم. به به چه صورت یعنی چی استاد همینطور که گزل هستا یورگون سوک وار اینا مثلا اسم هستن قشنگ می میکنیم؟ گزل س یعنی اگه قشنگه اگه قشنگ باشه اگه خوبه مثلا اما منفیش چیه؟ خود به خود منفی گزل یعنی مثلا میگیم قشنگ هست وقتی میگیم قشنگ نیست چی میگیم؟ میگیم که گزل دیل پس اون موقع چیکار میکنیم؟ س رو یعنی معنایی که اگه میده به فیل یا به اسم بعد دیل میاریم مثلا güzel değilse ege qeşeng nist ege xub nist veya hastaysan ege meriz hesti hasta değilsen ege meriz nisti yorgunsan ege hasta hesti yorgun değilsen ege hasta nisti soğuksa ege serdi soğuk değilse ege sert nist ege sert ne boşa varsa ege başı, ege vücut daşta başı. Yoksa ege nist, ege vücut ne daşta. Hala ina tu cümlelatı misali bir cami yaptı. be benim geç kaldık ama şanslıysak bilet bulabiliriz. Dir kerdim veli ege ba şansim yani ege şans daşta başım bilet bulabiliriz. Mitunim bilet peyda bokunim. Toplumdaki bireyler eğitimli değilse o toplum asla gelişemez. Yani ki toplum hemun camiye hast. Toplumdaki bireyler, efradi ki der camiye hasten, eğitimli değilse, ege basavat ne başa, ege tahsildi de ne başa. O toplum, un camiye asla gelişemez. Aslen ne mitune pişreft daşta işte başa. Bu kitap güzelse, ege in kitap kaşenge, eğer in kitap hube, senden sonra ben de okuyayım. Senden sonra ben de okuyayım. de tu, menem, bekhanem. Eğer hedefiniz iyi bir kariyerse, daha fazla çalışmalısınız. Ege hedefetun, ye kariyeri hube hast, bişter bayet karbukanin. Kariyer, یعنی یه سری هدف مقامایی که در سری کارتون در کارتون میرین پیشرفت میکنین بهش میگیم کاریر فازلا کلمینیز وارسا آلا بیلیر میم اگه قلم داشتین اگه قلم اضافه داشتین فازلا کلمینیز وارسا اگه قلم مداد خودکار اضافه دارین ویا داشتین آلا بیلیر میم میشه بگیرم Yemek hazırsa sofraya geçelim. Ege gaza amadeyi sofraya geçelim. Hala berim ve be sofraya. Seri sofra berim. Ali yorgunsa evde kalıp dinlensin. Ege Ali hasta has evde kalıp dahune monde o istirahat bokone. Ama kaide ki tala maçiyat girdim dostan. Ege bere. Ege inkaro bokone. Ege raft. اما اینجا چی میخوایم یاد بگیریم؟ اگه میرفت اگه این کارو میکردی اگه میرفتی اینو ما چطور بگیم؟ به این شکل دوستان بون فیل ما که همون فیل امره چالش، گل، گید، آرا، سف بعدش همون پسفنده که معنای اگه میده رو میاریم چالش سا یعنی اگه کار بکنه خود به خود این زیاد در اصل معنا نداره اما در زبان ترکی یعنی تو مردم همین هم میبینین که کاربرد داره همون معنای اگه کار بکنه رو میده اما ما چی میخوایم بکنیم یک پسند زمان گذشته رو میاریم ساید میگیم یک یه میانجی میذاریم که در زمان گذشته این قایده رو خونده بودیم یعنی یه اینجا برای اینکه راحت تلفظ بکنیم وجود داره حالا چی؟ چلسایده که میگم چی اتفاقی میفته چه معنایی میدیم به جمله میگیم که اگه کار میکرد همین معنا رو میده به جمله او گلسیده اگه اون میامد او گیتسه میش خب همینطور که یاد گرفتیم ده که زمان گذشته است میش هم زمان گذشته است اینو هم میتونیم بیاریم آره ولی مواردش اندازه این که ددی کاربورد داره این نداره یعنی ددی مثلا 80 درصد با این زمان گذشته رو میسازیم به جا هم به موقع هم با میشم میگیم اما 20 درصد مثلا تو محاوره 20 درصده زیاد خیلی زیاد پیش نمیاد نگران نباشید میش. اگه میرفت اگه به قول اون میرفت این اتفاق اصلا نمیافتاد مثلا آرسایمش اگه زنگ میزد اگه تماس میگرفت به قول خودش یا به قول یک نفر دیگه داریم ما نقل میکنیم یک حرفی رو مش همین معنا رو میداد او سیف سیده اگه دوست داشت یعنی yani چیه در از اگه دوست میداشت هست که در محاوره در زبان فارسی اون می رو برداشتین شما میگین که اگه دوست داشت اون نرزا میریده این ده چالش سالارده اگه اونا کار میکردن گلسلردی گیتسلرمیش آرسلرمیش اگه به قول یک نفر زنگ میزدن مثلا زودتر خبر میداشتن که این کارو هم نمیکردن بن زمیری بن چالش سایدم اگه من کار میکردم بن گلسیدم اگه من میامدم نکته نکته اتفاقه نمیافتاد یا میافتاد بن گیتسیمشیم اگه به قول اون اگه من میرفتم بن آراسای میشم اگه به قولش یا بعدا متوجه شدم که آه اگه, اگه زنگ میزدم اگه تماس میگرفتم نقطه نکته اتفاقه میافتاد یا نمیافتاد بن سفسیدم اگه من دوست داشتم یک می یا با توجه به ایم که در قاعده سو میش گیتسی میشیم چون ای میاریم که چرا گیتسه میش نمیشه گفت یک ای میاریم فقط همینه اینجا هم فقط یک می میاریم چرا؟ چون خودش حرف صداداری داره همین قایده ها رو در اصل میدونین زمان گذشته قایده زمان گذشته است زمیر میم هم اونجا هم به همین شکل بود فقط در این درس این سا و سه رو یاد گرفتین همینه بیز زمیر نسل باز همون زمینه که در زمان گذشته است که بیز چالش اگه ما کار میکردیم بیز گلسیدک اگه ما میومدیم بیز گیتسی اگه به قول اون ما بیز آرسای اگه به قولش زنگ میزدیم یعنی اگه به قولش که میگم منظور چیه دوستان منظور اینی که یعنی یک طرف میگه که اگه میومدی این کار این اتفاق نمیافتاد شما هم به دوستتون به یک نفر دیگه داریم میگین که اگر من آرسای میشم همچنین اتفاق نمیافتاد یعنی yani به قول اون به نظر اون که به من گفته اگه من زنگ میزدم همچنین اتفاق نمی یعنی yani تقصیر من اینگار به نظر اون شخص و یک موقع دیگه که معنای تازه متوجه شدن داشت به موقع به اون معنا هم میتونیم کار ببریم مثلا گیتسی میشیز Örnek به عنوان مثال یه جایی شما رو دعوت میکنن ولی شما نمیرید. بعد دو روز سه روز میگن که اونجا که رفتیم ما دعوتمون کردن جایزه دادن به همه. شما هم میگین که مثلا آ گیتسی میشیز تازه متوجه شدم اگه میرفتیم ما هم جایزه میگرفتیم. این میش تازه متوجه شدن همچنین قضیه ها هم میتونیم کار ببریم معنا داره. حالا میگم این دی که کار بردش بیشتر از موقع هایی که این مش رو به کار میبریم هست سن زمیری یک نونه میاریم اینجا سن چالش سایدن اگه تو کار میکردی سن گل سیدن اگه تو میامدی سن گیت سی میسین به قولش اگه تو میرفتی سن آرسای میسین میگن که اگه تو zeng mi zedi incuri ne veya sen sevseydin ege tu dus daşti siz zamiri siz çalışsaydınız ege şuma kar siz gelseydiniz ege şuma miyomedin, siz gitseymişsiniz siz arasaymışsınız örneklere bakalım onu tanısaydın çok severdin ege onu mi şinahti Hele dost دوست می داشتی شمدی یانم اولسایدن اگه الان کنارم بودی هیچ سکلمازدم اصلا حوصلم سر نمی رفت زمان گسترده منفی سکلمازدم ببینین همه هنگ دارن این که زمان گذشته است با این که اگر گرفته جمله بعدیش هم زمان گذشته اگه این کار نمی شد این کار هم نمی شد این اتفاق هم پیش نمی اومد هر دوتاش Ve zamanı başı. Siz de bizimle gelseydiniz eğer şüma hem mama miyom çok eğlenirdik. Hele hoş migzerundim. Annem burada olsaydı bana yardım ederdi. Ege mamanem inca bud ve komik mikard. Bugün tatil olmasaydı bankadaki işlerimi halledebilirdim. Ege imruz ne but. bankadaki işlerimi karayi ki der bank hast mituniydam hallesh bokanem beni düşünseydin bu zor günümde yanımda olurdun ege be fikrimen budi ege mena fik mikerde yani ege be fikrimen budi bu zor günümde yanımda olurdun der in ruze saxtam kenaram budi der kenaram mi budi ki der muhavire mişo Bugün kar yağsaydı, ege imruz berf mibarit, ne güzel okullar tatil olacaktı. Çıxup medeseha karar bud tatil beshe. Senin yerinde olsaydım, böyle yapmazdım. Ege becai tobudem, in karo ne mi kerdem, in ne mi kerdem. Beş dakika önce gelseydiniz, müdür beyi görebilirdiniz.

Ölecektim. Karar but bemidem. Benim yerimde olsaydın ne yapardın? Ege becoy men budi. Çıkar mı Biraz daha gecikseydin gidecektim. Ege yek kem dige. Tehir mi kerdi? Mireftem. Karar but berem. Mi hastem Beni birazcık sevseydin böyle yapmazdın. Ege men o yek kem. Kemeki. دوست می داشتی دوست داشتی این کارو نمی کردی ایت ارکداشتر بو کدر همینقدر بسته شما هم اگه تو زینتون جمله های با قاعده اگه میاد حتما زیر این ویدیو بنویسین منم اگه درست باشه تایید بکنم اگه درست نباشه اصلاح بکنم شما هم درستشو یاد بگیرین اگه بحث و متوجه شدین اگه از این درس ها را آزستین حتما لایکش هم بکنین این ویدیو رو duarem der ders ayı Bedi Baz hem o görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah <laughs>